در نمایشگاهی که پس از برگزاری کنکور هنرمندان شرکت کننده موفق به فروش تابلوهای خود در سالن مشهور حراج درو خواهند شد، گشت و گذاری را در حیطه هنرهای مجسمه‌سازی، تابلوهای نقاشی و کار نوشتاری می‌بینیم. خانم لین امیریان مدیر نمایشگاه می‌گوید: ما در دومین سال برگزاری سالن بین المللی تجربه های آزاد هستیم که سال قبل در کتابخانه ملی پاریس برگزار شد. درباره پرسش شما و مسیر آمده، از سالها پیش در موزه لوور و دانشکده بزار آغاز شده بود، اما مدتی است می‌خواهم آنچه را که خود در دسترس نداشتم با کمک دیگران برای همه استعدادهای داوطلب آماده کنیم. می‌خواهم هنر و هنرمند گفتن را بگویند و در چنین نمایشگاه‌هایی آن را به معرض قضاوت بگذاریم. می‌پرسیم آیا نمایشگاه‌ها فقط در پاریس برگزار می‌شوند؟ ما در حال حاضر سال دوم هستیم و می‌بینید که نام نمایشگاه بین‌المللی است. هنرمندان ایتالیایی و یا آمریکایی و ایرانی به اینجا آمدند. از سال آینده موسیقی را هم اضافه می‌کنیم و دیرتر مد و سینما هم به رشته‌های موجود اضافه خواهد شد. در گشت و گذار سالن‌های کوچک سخنرانی انتشارات و یا گفتگوی مستقیم با نویسندگان و هنرمندان همچنان فراهم است. اینجا صحبت از آزادی بیان است که باید هر هنرمندی از آن دفاع کند. کمی دیرتر با یکی از برندگان جایزه، خانم ونشا رودبارکی، نقاش ایرانی گفتگو کردیم و پرسیدیم دریافت جایزه نقاشی برای شما یک هنرمند ایرانی در پاریس چه ویژگی کاری خواهد داشت؟ من خیلی خوشبختم از اینکه این جایزه این سالن رو که جایزه اموسیون هست، یعنی جایزه انتقال حس، دریافت کردم و برای من باعث سربلندیه. ولی این رو میخوام بگم که چه این جایزه و چه جایزه‌های دیگه و موفقیت‌های دیگه‌ای که من کسب می‌کنم در کار خودم، اینها مربوط میشن به ملتم، به مردمم. من تنها یک وسیله هستم و یک پل ارتباطی هستم برای انتقال این موفقیت‌ها. خیلی خوشبختم که این وظیفه رو دارم، ولی میگم که بهترین جایزه رو مردمم هستن که به من میدن. گفتگو در کنار تابلوی خانم رودبارکی پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند. آیا گوینده و شنونده صدای هم را می شنوند و یکدیگر را درک می کنند؟ این تابلوی خاص یا تابلوهایی که با سوژه شقایق هستند، از این نظر برای من خیلی حائز اهمیت هستند که من این گلها رو به خاطر آزادگیشون انتخاب کردم و اون حس آزادگی که میدن و عمر کوتاهی که دارن، اینها منو به یاد آزادگانی میندازن که عمر کوتاه داشتن و جانشون رو برای هدفشون و برای میهنشون از دست دادن. برای همین این تابلوها برای من خیلی حس زیادی در من به وجود میاره و وقتی اینا رو اجرا میکنم همیشه به یاد این عزیزانی هستم که جانشون رو باختن در جوانی. و حالا با گذری در طبقات و سالن‌های مختلف نمایشگاه برای دیدن و برای شنیدن. گزارش را با کار جوانی به نام سعید گنوک به پایان میبریم که غرب دور را در دوردست ها باور دارد. با دوربین لوکاتیا، پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.